سلام و درود، با آموزش صفر تا صد رنگ مو پارت 21 خوش اومدیم. لطفاً اگر هنوز مشترک کانال نشدی اون دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزن، زنگوله کنارش هم بزن که به محض اینکه ویدیو جدیدی گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما با خبر بشید. در این پارت همونطور که در پارت قبلی بهتون گفتم میریم سراغ شماره های بعد ممیز. مثلا شماره قبل ممیز یا خط فاصله چی بوده؟ شماره 8 بوده. چه رنگی؟ بلوند متوسط یا بلوند خیلی روشن بوده؟ 10. حالا بعد ممیز، اگر این قسمت خوب نگاه کنید، صفر بیاد میشه طبیعی، یک بیاد میشه چی؟ میشه نقره‌ای، یعنی رنگ موی که نقره‌ای هم داخلش هست. 2 دودی، 3 طلایی، 4 مسی، 5 قرمز، 6 بنفش آلبالویی، 7 بنفش، 8 شکلاتی بژ. بیشتر شکلاتی بژ داخل 8. و اینا بعد ممیز بیان، یعنی همچین رنگینایی هم داخل این رنگ ما هست. مثلا چی؟ مثلا ما بلوند خیلی روشن شماره 10 بکنم، اینو شماره 10 خط فاصله یا ممیز 0 باشه، اینجا میشه چی؟ میشه طبیعی، چیزی بهش اضافه نشده، طبیعیه. حالا اگر جاین صفر یک بود میشد چی؟ بلوند خیلی روشن نقره‌ای، رنگونای نقره‌ای هم داخلش هست. اگر شماره 2 بود چی؟ 10-2. یعنی چی؟ یعنی بلوند خیلی روشن دودی، رنگدانهای دودی هم داخلش هست. حالا اگر 3 بود بعد از این ممیز یا خط فاصله چی میشد؟ میشد بلوند خیلی روشن طلایی. اوکی؟ طلایی. حالا اگر بعد از ممیز 4 بود چی میشد؟ 4 بود میشد بلوند خیلی روشن مسی. حالا اگر بعد ممیز 5 بود چی میشد؟ میشد بلوند خیلی روشن قرمز. حالا اگر بعد از ممیز یا خط فاصله 6 بود چی میشد؟ میشد بلوند خیلی روشن بنفش آلبالویی. یا اگر 7 بود میشد چی؟ میشد بنفش. بلوند خیلی روشن بنفش. یا اگر 8 بودم همینطور. حالا فقط این 10 نیست که، تمام این رنگا که اینجا هستن، این قبل از ممیز هستن، به هر کدومشون اینا اضافه شن، یعنی این رنگ موی ما مثلا نقره‌ای رو داره توش، اگه 1 باشه، اگه 2 باشه دودیه داره، اگه 3 باشه طلایی رو داره، الا تا پایین. اینا رنگایی هستن که قبل ممیز میان و بعد از ممیز یا خط فاصله اگر هر کدوم از اینا باشه، شماره ها باشه، یعنی چی؟ یعنی این رنگ دونه ها هم به رنگ اصلیمون اضافه شدن. ببینید معمولا اینجا میاد. حالا من این نمونه رنگ ها رو ندارم، این رنگ نمونه خواستن فرق میکنن، ولی معمولا روی کارتونشون یا جعبه شون اینجا مثلا نوشته، اینجا نوشته مثلا، ببینید مثلا نوشته 7، بعد یا ممیز داره اینجوری یا خط فاصله داره. ببینید اینجا نوشته 7، اینجا یا ممیز داره یا خط فاصله داره، مثلا شماره 2 نوشته.
شماره 2 نوشته یا 3 یا 4 یا 5 یا 6، این قبل از ممیز یا قبل از خط فاصله میشه رنگ دونه، یعنی رنگ اصلی ما، و بعد از ممیز میشه چی؟ میشه رنگی که اضاف شده به رنگ اصلی ما. میتونه هر کدوم از اینا، دودی، نقره‌ای، طلایی، مسی، قرمز، بنفش، آلبالویی، بنفش، شکلاتی، بژ میتونه باشه. پس ما متوجه شدیم قبل از ممیز چه رنگایی هست، بعد از ممیز چه رنگدونه‌هایی اضاف شده. به آخر این پارت رسیدیم. حتما بچه ها اینا رو بخونید، اینا رو یادداشت کنید، چون خیلی مهمن و در خرید رنگ خیلی به ما کمک میکنه. و یه چیز دیگه بگم بچه ها، شما که آرایشگر مردونه هستین، بیشتر همین یک و دو به درد ما میخوره، چون معمولا توی آرایشگاه مردونه مثلا میان بلوند روشن نقره‌ای با توناژ نقره‌ای مثلا میزنن، یا بلوند روشن دودی میان میزنن، بیشتر همین چیزاست، یا پلاتینه دودی، پلاتینه نقره‌ای، بیشتر تو این رنگ هاست. مو رو یعنی به پایه نهانی میرسونن، بعد میان مثلا پلاتینه دودی میزنن یا پلاتینه نقره‌ای میزنن. معمولا تو آرایشگاه مردونه با همین رنگ‌های بالایی، دو شماره، سه شماره بالایی کار داریم و باقیش رو زیاد استفاده نمی‌کنیم، ولی خب باقیش در آرایشگاه زنانه بیشتر استفاده میشه و قابل استفاده همشون. پس اینا رو کاملا حفظ کنید، کاملا بخونید و کاملا یادداشت کنید. و دوستان یه چیز دیگه بهتون بگم، واقعا این آموزشاتی که دارم میذارم، وقت میذارم و ادیت میکنم میذارم، ولی بازدیدا خیلی پایینه. نمیدونم چرا، چون رایگانه اینجوریه یا چیز دیگه، ولی خب بازدیدای خیلی پایینه، خیلی پایینه. و این اساتیدی که میان اینا رو آموزش میذارن و هزینه میگیرن بیشتر از این بازدید دارن. نمیدونم یا خبر ندارن خیلی ها، چون یوتیوب فیلتر داخل ایران و خیلی ها خبر ندارن، خب ممکنه همین باشه، چون خبر ندارن که آموزش آرایشگری هست. چون من خیلی پیام ها دریافت میکنم که من نمیدونستم آموزش آرایشگری اینجا گذاشتین و فلان و اینا، تشکر میکنن، مرسی. ولی خب حتما شمایی که دارید میبینید بفرستید، بفرستید واسه دوستاتون، آشناهاتون و هر کسی که میشناسید بفرستیم براشون، که بازدیدا بره بالا، که من انرژی بگیرم بتونم این آموزشاتو بذارم. وقتی بازدیدا پایین باشه، خب احساس میکنم که یه تعداد محدودی دارن میبینن و باقی یا نمیدونن یا تمایلی ندارن، به خاطر همین خب انگیزش میره که ادامه بدم اینا رو. پس ممنون میشم این ویدیو رو پخش کنید که همه بیان استفاده کنن. و مثل همیشه آدرس تلگرامم و کانال تلگرامم و اینستاگرام در بخش توضیحات میتونید منو اونجا دنبال کنید. و یه چیز دیگه که هست اینه که لطفا حتما بفرستید واسه آشناهاتون، دوستانتون، تا من میکاپ داماد، گینم سینمایی، زخم، جای بخیه، سوختگی، اینا رو همه آموزش بدم به شما. پس لازمه که حمایتم کنید که من اینا رو براتون بذارم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.